گرمترین سلام ها به همه شما دوستان عزیز. من سوریه یزدی هستم و میخوام همه شما رو به یک سمینار 3 روزه در تورنتو کانادا دعوت بکنم. در این سمینار ما یاد میگیریم که چطور به آرامش درون برسیم، ذهن مادی رو خاموش بکنیم و در سکوت باشیم، خاطرات بد گذشته رو پاک کنیم و در این لحظه حضور داشته باشیم، آرزوهامون رو تبدیل به واقعیت بکنیم، چطور در کمترین زمان یک موقعیت بد رو با یک موقعیت خوب تغییر بدیم، شناخت چاکراها و از بین بردن قفل در اونها، چطور نه تنها کاهش وزن داشته باشیم بلکه همیشگی و ابدی باشه، و در آخر چطور خودمون و دیگران رو شفا بدیم. به امید دیدار یکایک شما در تورنتو کانادا. Much love and peace. سمینار سودی یزدی در تورنتو کانادا در تاریخ 27، 28 و 29 سپتامبر. برای رزرو جای خود با تلفن 310-877-7574 و 647-863-7070 تماس حاصل فرمایید. گرمترین سلام ها به همه شما دوستان عزیز. سوری هستم. بعد از ظهر و شب خیلی خوبی رو برای همه تون آرزو میکنم. بله دوستان، برنامه سمینار ما رو که دیدین آگهیشو، امیدوار هستم که دوستانی که در تورنتو هستن یا دوستان دیگهی که در قسمت های دیگه کانادا زندگی میکنن بتونین به این سمینار تشریف بیارین. ایمیل هایی که فرستاده میشه، بعضی از دوستان سوال میپرسن که آیا به ونکوور میان یا مونتریال یا کلگری. متاسفانه در حال حاضر برای این سمینار که دیگه یک ماه هم بیشتر نمونده فقط در تورنتو خواهد بود، ولی امیدوار هستم که دیگه دوستان دیگه که در ونکوور و قسمت‌های دیگه هستین بتونین در این 3 روز تشریف بیارین، چون این سمینار فوق‌العاده کامل خواهد بود. و اینکه همونطور که شنیدین توی در قسمتی که کمرشال ما میرفت، در خیلی قسمت‌های مختلف ما روش کار می‌کنیم و در واقع یک ترانسفورمیشن یا یک تغییر شکل کامل هستش برای این مسئله. در ضمن امروز میخوام راجع به کاهش وزن صحبت بکنم یک مقداری، و اینکه چطور به مرکز بریم و اون آرامش درونی رو احساس بکنیم که همونطوری که در هفته پیش در موردش صحبت کردم، اکثر ما آرزو، بزرگترین آرزومون این هست. در ضمن تشکر بکنیم از آقای بهروز عزیز که ما رو روی ایر فرستادن، و اگر شما دوستان عزیز سوالی دارین، دوست دارین روی خط بیان، آقای بهروز لطف کردن شماره استودیو رو گذاشتن 818-532-6111 که خوشحال میشیم یک گپی روی تلفن با هم دیگه داشته باشیم. خب دوستان، میرم در قسمتی اول میخوام راجع به کاهش وزنمون صحبت بکنیم، به خاطر اینکه همونطوری که میدونین ما انسان‌ها هر چی زمان بیشتر پیش میره و تکنولوژی بیشتر میشد، در حال حاضر در عرض 1 ثانیه ما میتونیم مهمترین خبرها رو بشنویم. سالیان سال پیش اگر یادتون باشه، شما میرفتین پیش یک نوتریشنیست و یه مبلغی پرداخت میکردین و بعد اینا به شما یه رژیم غذایی میدادن، اون رژیم غذایی هم خیلی یونیک بود و تک بود برای خودش. ولی امروز ما میبینیم که انقدر دنیای اینترنت تغییر پیدا کرده که وقتی که خود شما میخوان برین فرضاً رژیم غذایی پیدا بکنین، انقدر چیزها میاد بیرون. و همینطوری هم که میدونیم دیگه امروز یوتیوب ماشاءالله در هر زمینه‌ای که بخوان فکر بکنین کلی از افراد هستن که شما میتونین اینها رو ببینین. خب پس در اینجا برای من یه سوال پیش میاد که خب اگر که ما این همه اطلاعات داریم و تکنولوژی هم هی داره پیشرفت میکنه، و پس چرا ما انسانها لاغرتر نمیشیم و روز به روز داریم اضافه وزن میگیریم؟ و نه تنها ما، بلکه اگر دقت بکنیم میبینیم که اضافه وزن از زمان
تولد بچه ها داره پیش میاد و همونطوری که پیش میره بچه های 5 ساله و 6 ساله و کلاس اول و دوم دارن اضافه وزن خیلی زیاد میگیرن. پس دلیلش چیه؟ چندین سال پیش اومدن یک تحقیقات کردن در امریکا و دیدن که افرادی که در محله های زندگی میکردن که آنچنان محله های گرون نشین نبود، در اون قسمت هم شما کمتر فارمز مارکت که شما بتونین برین چیزهای ارگانیک طبیعی بخرین یا استورهایی که خودشون رو انانس میکنن به عنوان اینکه ارگانیک، مواد ارگانیک میفروشن، فرضاً مثل هوفودز یا نمیدونم تریدر جوز یا مادرز، اینا خیلی کمتر در اون قسمت ها بودن. خب یکی از دلایلی که باز دو مرتبه تحقیقات کردن، دیدن که وقتی که شما میایین توی اریاهایی که ریچتر هستش، افرادی که موقعیت مالی بالاتری دارن، میبینیم که این مغازه ها خیلی بیشتر هستن، فاصله بینشون خیلی کمتره، در این حال میبینیم که این افراد وزن کمتری دارن. خب اومدن یه مقدار روی این مسئله بیشتر ریسرچ کردن که خب داستان چه، چرا کسایی که کمتر پول دارن بیشتر چاق میشن؟ قاعدتا ما میتونیم بگیم که خب اگه کمتر پول دارین کمتر هم میخورین. برمیگشت به چی؟ برمیگشت به نوع تغذیه. خب فرضاً اگر ما این قضیه ارگانیک بودن غذا و غیر ارگانیک بودنش هم ما بذاریم کنار، باز دو مرتبه برمیگرده به این قضیه که خب وقتی که شما میخواین گوشت و مرغ و نمیدونم لبنیات و این چیزها رو تهیه بکنین، گرونتر هستش تا اینکه شما بخواین چیزهایی مثل که از آرد و کاربوهایدرت و نمیدونم اسپاگتی و ماکارانی و به خصوص آرد سفید و کراسانت و چیزهای تو این مایه که میگیریم، میبینیم که قیمت خیلی ارزونتر میشه. خب پس بنابراین افرادی که موقعیت مالی خوبی ندارن، یکی از کارهایی که میکنن چیه؟ مقدار پروتئینشون رو کمتر میکنن، خب به خاطر اینکه پروتئین گرونتر هستش. ولی در این حال این قضیه 100% اینجا باید به توجه ما بیاد که پروتئین ها در واقع کمک میکنن، یکی از عنصرهای اصلی هستن برای اینکه ما بتونیم وزنمون رو پایین نگه بداریم، به خاطر اینکه پروتئین همونطوری که میدونیم در زمانی که شکست میشه به شکل امینو اسید در میاد و گفتیم امینو اسید کلی کارهای معجزه‌زا انجام میده. فرضاً یکی از کارهای امینو اسید که اکثر ماها میدونیم چه، عضله ساختنه، و ما میدونیم که عضله اجاق گاز متابولیزم یا سوخت و ساز هستش. پس هرچی بیشتر من امینو اسید بخورم درصد عضله من بیشتر میشه، حتی اگر ورزش هم نمی کنم یا فرضاً وزن برداری نمی کنم، ویت لیفتینگ نمی کنم، باز هم اون ساختمون بدن من که عضله هستش بیشتر نگهداری میشه. کار دیگه‌ای که امینو اسید ها میکنن چیه؟ که در دی‌ان‌ای سلول سازی میکنن، سلول بندی انجام میدن، بنابراین یکی از عنصرهای فوق‌العاده مهمه. کار دیگرشون این هستش که کلاژن سازی میکنن. خب کلاژن هم اون چیزیه که ما رو جوان نگه میداره دیگه، در اثر زمان هرچی ما سنمون میره بالاتر پروداکشن کلاژن کمتر میشه، بنابراین پوست ما چروک میفته و ریخته میشه و تمام این داستان. پس امینو اسید به این غذایه کمک میکنه. یکی دیگه از مسائل چیه؟ که امینو اسیدها هورمون ها رو تنظیم میکنن. پس یکی از دلایلی که ما در واقع سنمون زودتر بالا میره یا اینکه فرضاً اضافه وزن میگیریم چی هستش؟ همین قضیه که هورمون ها، اختلالات هورمونی باعث میشه. وقتی که استروژن، پروژسترون و چه میدونم تستوسترون میزانشون یه ذره بالا پای میشه، سیستم ما به کل به هم میریزه. خب در این حال امینو اسیدها نظم ترشح غدد رو بهشون کمک میکنن. خب و ما میدونیم در این قسمت که تیروید یکی از مهمترین عنصرها هستش که اگر تیروید ما نظم درش نیستش، من میتونم خیلی اضافه وزن پیدا بکنم نمره چقدر سعی میکنم ورزش میکنم دایتم رو نگه میدارم، یا اینکه میتونم خیلی زیر وزن باشم و هر کاری که میکنم و هر چقدرم که میخورم و هر چقدرم که دارو و دوا استفاده میکنم اون کم بوده وزن رو نمیتونم به دست بیارم. پس امینو اسیدها در تمام این کارا رو برای ما انجام میدن. پس عنصر اصلیه برای اینکه من وزنم اضافه نشه. پس وقتی که من محدودیت مالی دارم، پروتئین ها و امینو اسیدها
درصدشون کمتر میشن. و زمانی که من شروع میکنم خیلی کاربوهایدرات استفاده میکنم، به خصوص کاربوهایدرات های ساده که نون سفید میشه، و در امریکا ما میبینیم که زمانی که شما مثلا میرین به محله هایی که بیشتر افرادی که اسپانیش هستن، مکزیکی هستن زندگی میکنه، اگر برین تو مغازه ها میبینین که نون ها بیشتر به غیر از کراسان تو اینا خیلی کیفیت پایین دارن و از آرد سفید استفاده میشن. پس بنابراین در اینجا چه اتفاقی میفته؟ ما هی کاربوهایدرات استفاده میکنیم، کاربوهایدرات شکسته میشه، به فرم گلوکوز در میاد. گلوکوز چیکار میکنه؟ با قند خون من بازی میکنه. وقتی قند خون من زیادی بالا و پایین میشه، eventually شروع میکنه روی انسولین من اثر میذاره. وقتی زیادی ما قند و شکر و مواد قندی و شکری میخوریم یا کاربوهایدرات که به فرم گلوکوز در میاد، بدن شروع میکنه انسولین بیشتری ترشح میکنه که این قند رو از سیستم ما خارج بکنه. در نتیجه به خاطر زیاده کار کردنش چی میشه؟ ما انسولین رزیستن میشیم و بیماری اگرم که دیابتیک یک نیست، دیابتیک تو میگیریم. خب پس این تحقیقات نشون داد که چرا کسانی که موقعیت مالی کمتری دارن اضافه وزن بیشتری دارن و وایس ورسا. پس این از این داستانه. حالا میام روی قضیه دیگه از مسئله تغذیه‌ای که گذشتیم، دو مرتبه بر میگردم سر اون کوشن مارک اولیم که اگر ما این همه اطلاعات داریم پس چرا هی داره وزنمون اضافه تر میشه؟ درسته؟ به خاطر اینکه هرچی که ما ماشینی تر شدیم، شروع کردیم بیشتر طرف فست فود رفتیم و بعد کمپانی‌های غذا شروع کردن چیکار کردن؟ فود رو برای ما پکیج کردن خیلی آماده که ما بتونیم بریم اونا رو تهیه کنیم. زمانی که شما میرین، حالا اسمم نمیارم کدوم کمپانی‌ها رو داریم صحبت می‌کنیم، کمپانی‌هایی که دارن کلیم می‌کنن که شما با خرید غذای اینهاش وزنتون رو کم می‌کنین، و وقتی هم که می‌خونین اینگریدینتو و میزان کالری، می‌بینین که نوشته یه مقدار خیلی کمی کالری داره، می‌بینین نوشته که میزان فتش هم پایین هستش. پس داستان چیه؟ چون دو مرتبه ما دیدیم که یه سری از افرادی که شروع کردن این پری پکیج فروزن فودا رو خوردن، دو مرتبه اضافه وزن گرفتن. خب پس دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این کمپانیا به غذاهاشون ادیتیوز اضافه میکنن. حالا سوال بعدی اینه که what are additives؟ additives ها چی هستن؟ additives ها چیزی هستن که در واقع کار مواد مخدر رو انجام میدن، یعنی اینکه ما به اونها اعتیاد پیدا میکنیم. خب پس بنابراین زمانی که شما میان شروع میکنین غذاهای پری پکیج رو استفاده میکنین و میخورین، شروع میکنه بدن ما چیکار میکنه؟ شروع میکنه یک هورمونی به اسم لپتن ترشح میکنه. این هورمون لپتن وقتی که ترابل میکنه از طریق ترانسمیترها و میاد به ذهن ما میرسه، در ذهن ما یه جا شاستی هستش که چراغ روشن یا خاموش میکنه، یعنی اینکه به من پیام میده که من گرسنه هستم یا سیرم. ادیتیوز ها اختلال به وجود میارن در این قضیه که اون شاسی که باید فشار داده بشه که شما سیر هستین، اون شاسی یواش 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 به خاطر ترشح زیادی ادیتیوز و لپتن، اون یه مقداری از کارش فرسوده میشه و کارشو درست انجام نمیده. پس این تریکی هستش که کمپانیا با اضافه کردن این ادیتیوز میذارن. پس شما هی غذا میخورین، هی میبینین که گرسنه‌تونه، میرین اون پکیجو باز میکنین میخورین. در واقع اون پکیج قراره که فرضاً 350 تا 380 تا کالری داشته باشه و قراره یک میل باشه، ولی وقتی اون رو میخورین میبینین که نه تنها با خوردن اون سیر نمیشین، بلکه بیشتر حریص‌تر هم هستین و بیشتر غذا میخوان. و دو مرتبه چندین دقیقه بعد که میگذره دوباره شما گرسنه‌این، هی دارین دنبال غذا میگردین. پس چی میشه؟ اون ادیتیوز باعث میشه که شما ابسس میشین با خوردن، هی دنبال غذای بیشتر هی میخورین، بازم سیر نمیشین، هی بازم احساس گرسنگی میکنین. اوکی؟ پس دلیل اصلی که ما در امریکا با دونستن تمام این تحقیقات و تمام این حرفا بازم وزن کم نمیکنیم، به خاطر اضافه کردن این ادیتیوز به مواد غذایی هستش. خب پس اتفاقی که میفته اینجا این هستش که این ترشح لپتن که قراره به ذهن من برسونه که من
سیر هستم اون یواش یواش فرسوده میشه و کار خودشو درست انجام نمیده، بنابراین این پیامه نمیرسه به ذهن من که بس دیگه من الان سیر شدم. خب بعد از یک دورانی ما لپتین رزیستنس میشیم. لپتین رزیستنس دوباره شروع میکنه چیکار میکنه؟ دوباره شروع میکنه روی قند من کار میکنه. پس این دوتا هند این هند با همدیگه کار میکنن، یعنی شما لپتین رزیستنس میشین، به احتمال زیاد دیابت میگیرین، دیابت هستین، لپتین رزیستنس به وجود میاد. پس اینا یک مثل این دایره وحشت ما میفتیم تو این داستانا. خب حالا دو مرتبه اینم الان یه سری اطلاعات بود، یه سری از شما ممکنه میدونستین، یه سری از شما نمیدونستین، ولی باز دو مرتبه ما هر اطلاعاتی که بهمون میرسه و جذب میکنیم و هضم میکنیم، بعدش میگیم که خب حالا راه حل چیه؟ راه حل خیلی ساده است دوستان. راه حل اینه که همینجوری که من قبلا هم گفتم، تکنولوژی و پیشرفت تکنولوژی یه سری کارهای خیلی خوب برای ما انجام داد، ولی در این حال یه سری هم زد چیزها رو از بین برد و خراب کرد دیگه، درسته؟ پس بنابراین اگر امروز شما وقتی که گوش میکنین به افرادی که راجع به سپرچوالتی صحبت میکنن و پریچ میکنن، میگن که کره زمین داره مریض میشه، یعنی یک دوره حساسی هست که احتیاج به کمک داره، به کمک همه ماها داره، یعنی اینکه ما دیگه بیشتر از این نباید بهش فشار بیاریم، بیشتر از این نباید طبیعت رو از بین ببریم، بیشتر از این نباید مواد شیمیایی رو بریزیم و تمام این داستان ها. خب پس برمیگردیم به این قضیه، راه حل چیه دوستان؟ راه حل اینه که همون مدلی که نسل های قدیمی ما زندگی میکردن به همون سیستم زندگی بکنیم، و اینم سخت نیست. خود من جزو یکی از اون کسانی هستم که این تیپی زندگی میکنم، یعنی که تا اونجایی که امکان داره از غذای پخته کمتر درست میکنم، چون غذایی که پخته میشه وقتی که شما اون گوشت رو خرد میکنین و نمیدونم 3-4 ساعت میپزه و اون سبزیه رو خردش میکنین و بعد نمیدونم تمام این کار رو انجام میدین و اون روغنی که داغ میکنین و تمام این مسائل چیکار میکنه؟ اون غذا، اون سبزی دیگه میشه مرده، پس هیچ خاصیت غذایی دیگه برای شما نداره. خورشت کرفس شما دیگه خاصیت نداره، خورشت قرمه سبزی شما خاصیت نداره، برای اینکه هیچ چیز زنده‌ای درش نیست. اتفاق بعدی که اینجا میفته اینه که غذاهای زنده آنزیم‌های لازمه رو برای بریک داون یا شکستنشون با خودشون دارن. وقتی که شما یک سیب میخورین، اون سیب با اون فایبری که داره آنزیمش هم باهاش پکیجی، یونیورس پکیجی به ما داده، باهاش میاد، یعنی که شما به راحتی بدن شما میتونه اون رو دایجستش بکنه، هضم و جذبش بکنه، نوتریانش که به دردش میخوره بگیره، بقیهش رو توفاله بکنه و از سیستم خارج بکنه. خب ولی زمانی که شما غذای مرده میخورین، اون دیگه این کار رو نمیتونه برای شما انجام بده. در اینجا میخوام به خاطر داشته باشین دوستان عزیز من که گوشت قرمز تا 72 ساعت بدون این که بتونه هضم یا جذب بشه در روده بزرگ شما میمونه. اوکی؟ پس بنابراین وقتی که یک گوشت، همیشه اینجوری نگاه بکنید، دارم یه جوری میگم که ایشالله حالتون بد بشه دیگه، گوشت قرمز هیچ کس نخوره. تصور بکنید که روده با اون فضا و اون همه پیچ و خمی که میخوره یک محیط تاریک و توش آبه و دمپه، حالت خیس داره. پس در نظر داشته باشین وقتی که شما یک گوشت قرمز میخورین و تا 72 ساعت اونجا میمونه، اون محیط تاریک و دمپ بهترین محیط برای رشد باکتری و قارچ و تمام این داستانا هستش. خب پس اینو به خاطر داشته باشین که وقتی من میخوام یه غذا بخورم، اولین چیزی رو که میخوام در نظر داشته باشم اینه که هضم و جذب این غذا چقدره. پس گوشت قرمزی سه نونو 72 ساعت. انتخاب بعدی چی میشه؟ سفید میشه. تمام پرنده ها، نمیدونم بوقلمون، مرغ، کفتر، قاز، تمام این داستان ها هضم و جذبشون خیلی ساده تره، خیلی کمتر از گوشت قرمزه. میان یه مرحله پایین تر میشه ماهی. ماهی هضم و جذبش باز دو مرتبه از پرنده ها کمتره. و بعد دو مرتبه میان تو قسمت بعدی که میشه سبزی و سالاد و جوانه و میوه و
فندق و پسته و بادام و تمام این داستانا، اینا هضم و جذبشون خیلی سریع‌تر هستش. اوکی؟ پس بنابراین این مسئله رو باید در نظر داشته باشین. وقتی که من میخوام مثل سالیان سال پیش زندگی بکنم یعنی چی؟ یعنی این که من هر از گاهی یک مقدار مرغ میخورم و امیدواریم که کمتر از حتی پرنده ها هم استفاده بشه، ولی حداقل 5 وعده غذایی من غذای زنده است، غذایی که پخته نشده، غذایی که تو روغن سرخ نشده، بخار داده نشده، باربکیو نشده، خام به همون شکلی که طبیعت به ما داده. پس بنابراین اگر که شما فرضاً من یه DVD healthy cooking، آشپزی سلامت دارم، نگاه بکنه توی اون من مثلا بیشتر از 12-13 نوع سالات های مختلف درست کردم که این سالات ها یک وعده غذایی کامل میتونه باشه. اوکی؟ پس با این سیستم شما شروع میکنین اون ادیتیوز که به غذا زده میشه رو استفاده نمیکنین، بیشتر از غذاهای زنده استفاده میکنین. اگر که شما هیچ کار دیگه این نکنین و سعی کنین تا اونجایی که امکان داره خونه غذا بخورین و غذایی هم که وقتی هم که بیرون میرین غذاتون رو خودتون توی خونه، شما نمیدونین که توی رستورانا چه اتفاقی داره میفته، چه کارایی، هیچ وقت دست شما نیست. یعنی شما مطمئن باشین وقتی که میرین بیرون تو رستوران غذا سفارش میدین، به غیر از تمام اون روغنی که God knows با چه درجه حرارتی داره سرخ میشه، روغنی که از صبح فرضاً دارم براتون نمونه مثال میزنم فرنچ فرایز، یا اینکه غذای دریایی که دیپ فرای میشن، این روغن رو در نظر داشته باشین، اینا از صبح که میان این روغن رو روشن میکنن و این روغن عوض نمیشه، یعنی همینجوری مرتباً اینا دارن در طور اون حالا whatever 12 ساعت 14 ساعت که باز هستن از این روغن دارن استفاده میکنن. و خبر بدتر اینه که گاهی اوقات اون روغن هفتگی عوض نمیشه. حالا تصور بکنین روغنی که داغ میشه چون مولکول‌ها شکسته میشه آردی برای ما سرطان‌زاست. حالا در روی اون اینم عد بکنین که فرضاً وقتی که شما یه چیزی دیپ فرای میشه چیکار میکنن؟ میان برمیدارن میزننش توی آرد سفید و یه مقدار پرزروتیو و بعد میخوام مزه بیشتری بهش بدن که خوشمزه بشه، بنابراین نمک زیاد، و چون نمک یکی از چیزایی که فلیور به غذا میاره دیگه، درسته؟ پس بنابراین پوینت من اینه که شما وقتی بیرون رستوران غذا میخورین از دستتون خارج میشه. حالا دو مرتبه شما میان میگین که خب آره الان منیوها عوض شدن و نمیدونم قسمت دایتی دارن و لو کالری دارن و انتخاب بهتره، ولی بازم بدونین که شما مگر این که رستوران بگه که فرضاً چه میدونم ارگانیک هستش، شما چیز ارگانیک نمیگیرین. وقتی هم که میگن ارگانیکه بازم نمیتونین تراست بکنین که واقعا ارگانیک هست یا نیستش. اوکی؟ پس یکی از تستایی که میتونین بکنین این هستش که شما وقتی که هلو میخرین که اون هلو سایز چه میدونم طالبی شده، اون نمیتونه ارگانیک باشه. وقتی که شما میوه ارگانیک میگیرین دیگه لایف تایمش دیگه مکسیموم یه هفته باشه، بعد از یه هفته خراب میشه. وقتی شما نون میگیرین که چه میدونم یه ماه بیرون میمونین، ببینین چقدر پرزروتیو به این زده شده که اون نون بدونه که ریفریجر داشته. من خودم نون برنج قهوه‌ای میخرم که گلوتن فری و ویت فری هستش. اگر تو امریکا هستین از تریدر جوز ارزون ترینشونه، 4.45 سنته. اوکی؟ این نون از آرد برنج قهوه‌ای درست شده. شما حتی توی یخچال هم که نگرش میدارین یهو میبینین که یه وقتا بعد از 5-6 روز کپک میزن. این نشون میده که این چقدر خالصه، ایست نداره، نمیدونم پرزروتیو نداره که بتونه اونو نگه بداره، و اینم داستانه این. خب پس این قضیه هستش که میخواین در نظر داشته باشین که تا اونجایی که امکان داره همون مدلایی که هر چی که از طبیعت در میاد به همون شکل و فرمی که در میاد شما میخواین استفاده بکنین. بادوم اگر میخورین، بادوم رو شما میخواین بدون اینکه بوداده بشه، نمک بخوره، نمیدونم طعم این بخوره، تمام بخره، بادوم رو شما میتونین خیسش بکنین با یه خورده سی سالت و اینکه بذارین توی یخچال بمونه، میدونین اکسپند میکنه، حالت تازه میشه. یا گردو رو، 12 دونه بادوم که شما استفاده میکنین اون انرژی کیلو کالری که برای انجام فعالیت هاتون بهتون میده فوق العاده هستش. اوکی؟
پس این قسمت این، میرم روی قسمت دیگه. برمیگردیم سر این قضیه که خب تحقیقات زیاد شد و همه این داستانا رو ما میدونیم و امروز دیگه اصلا بریم برای چی پرسونال ترینر بگیریم دیگه، تمام این پرسونال ترینرها روی یوتیوب نمیدونم چیز دارن و خب اون چهار تا حرکت هم میکنیم و تمام این داستانا، بعضی هم باشگاه میرن و دو ساعت هم ورزش میکنن و تمام این داستانا، بازم ما بس کم نمیکنیم. داستان چیه اینجا؟ یکی از مسائل که میگم خیلی بد روش فشار گذاشته بشه مسئله تیروئیده و متاسفانه اینو از من شنیدین، خیلی هم شنیدین، بازم میشنوین. زمانی که شما میرین که آزمایش تیروئیدتون رو میخونن، اکثر اوقات اون آزمایش کامل خونده نمیشه، در نتیجه به شما میگن شما هیچ مشکلی ندارین و تیروئیدتون خوبه، ولی شما یک سیمتم های مختلف دارین. سیمتم های تیروئید چیه؟ یکی از اونها اینه که درجه حرارت بدن شما تنظیم نیستش، فرضاً دست و پاتون سرده، یهو داغ میشین یهو سرد میشین، راجع به گر گرفتگی یا یائسگی هم صحبت نمی کنم، خیلی سردتونه یا خیلی گرمتونه، بنابراین درجه حرارت بدن تنظیم نیست و نظم نداره. اوکی؟ یکی دیگه از چیزها ریزش مو هستش، که شما ویتامین B کامپلکس هم استفاده میکنین و بایتن هم استفاده میکنین و تغذیتون هم میگین خیلی خوبه، ولی ریزش مو دارین و کمک نمیشه، حتی اگر چه میدونم چیزایی رو میگیرین که به موتون میزنین. دو مرتبه یکی از نشانه های تیروئیده. افسردگی، ضربان قلب بالا، تپش بالا، اینا نشانه این هستش که تیروئید کار نمیکنه. خستگی خیلی شدید که شما حتی اگر شبم 8 ساعت 9 ساعت خوب میخوابین، با صبح که بلند میشین خسته این، یا انرژی دارین برای 3-4 ساعت بعد انرژی درین اوت میشه، این دو مرتبه یکی از ساینای این هستش که تیروئید درست کار نمیکنه. یکی دیگه از سایناش بلودینگ هستش، که شما وقتی که غذا میخورین، حتی با اینکه غذاتون هم میگیم مایندفول ایتینگ، خیلی با ذهنتون حضور دارین و اون غذا رو هم با آرامش میخورین و خیلی هم میجوین و فرضاً جدا شدن میوه و پروتئین و کاربوهایدرات هم رعایت میکنین، اما بازم دو مرتبه شکمتون ورم میکنه و بلودت میشه. دو مرتبه این یکی دیگه از ساینایی هستش که تیروئید کار نمیکنه. بنابراین اگر رفتین آزمایش تیروئید دادین و گفتن که شما هیچ مشکلی ندارین، ازشون خواهش کنین که کاملتر اینو بخونن، یا ببرین به یه نفر دیگه نشون بدین، ببرین یه لبراتوری دیگه نشون بدین و بگین که لطفا اینو کامل بخون، که مطمئن باشین که شما برای تیروئیدتون مشکل ندارین. تا اینجا هستیم و وقت داریم، میخوام راجع به امروز من یادم موند این پروداکت بی رو بیارم، از این ور و از این ور جلو هم درست نمیتونیم ببینیمش. این پروداکت بی پروداکتی هستش که من ام بیلیور خودم دارم استفاده میکنم و این پروداکت در هفته پیشم یه مقدار راجبش صحبت کردیم و گفتم که حدود 30 سال پیش بود که دانشمندان راجب تلمیر صحبت کردن. میخوام یه بار دیگه بگم برای بینندگانی که ممکنه که این دفعه اولی هستش که دارین این برنامه رو نگاه میکنیم، در واقع کروموزوم های ما هستن که زمانی که ما متولد میشیم کروموزوم های ما خیلی سالم، و اگر که شما عکسش رو بهتون نشون بدم که امیدوارم دفعه دیگه وقت بکنم این فوتجا رو بیارم که دانشمندان نشون میدن، بنابراین یک کروموزوم شخصی که جوان هستش یک مقدار نصف از اون حالت طلایی داره و نصف دیگرش حالت تیره تر هستش. وقتی که سن ما میره بالاتر این تلمیرز ها سایزشون یواش یواش شرینک میکنن، کوتاه تر میشن و همینطور کروموزوم ها از اون رنگ طلاییشون در میان و یواش یواش تیره میشن. خب پس بنابراین 30 سال پیش دانشمندان این رو میدونستن که دلیل ایج کردن، دلیل این که ما پیر میشیم، دلیل این که انوایرمنت بدن ما یک محیط زیستی رو درست میکنه که برای اینکه ما سرطان بگیریم یا نمیدونم MS بگیریم یا آرتروز بگیریم یا بدن ما شروع کنه دیجنریت بکنه، یواش یواش پیر بشیم، قوس کنیم، قدمون یواش یواش کوتاه‌تر بشه
بدنمون بیشتر درد داشته باشه، دید چشممون کمتر بشه، گوشمون نتونه تمام اینها برمیگرده به همین مسئله تلمرس ها که کوتاه میشدن. ولی 30 سال پیش دانشمندان فکر نمیکردن که با یک متدی میتونن این تلمرس ها رو 2 مرتبه لانگیتش بکنن و بلندترشون بکنن و اون رنگی که تغییر میکنن رو 2 مرتبه برگردونن به اون رنگ طلایی. و امروزه بعد از 30 سال این قضیه اتفاق افتاد. بنابراین من میخوام اگر شما یا خودتون، دوستانتون، کسانی هستن که سیریس ایلنس دارن، بیماری هایی همونطور که گفتم مثل فرزن MS که حرکت کردن براشون دیگه دشوار شده، یا کسانی که سرطان دارن، یا کسانی که درد دارن، کسانی که دیسک کمر دارن، مشکلات فیزیکی توی بدن فیزیکی دارن یا مشکلات دیگه، این قرص رو یک ترایش بکنی. اسمش هست پرادکت B و قیمت این هم، این قرص 120 تا کپسول توش داره که 2 تا صبح استفاده میکنین 2 تا شب. و برای کسانی که گفتم خیلی بیماریشون هات هستش، رکامند میشه که 3 تا صبح استفاده بکنم و 3 تا شب استفاده بکنم. برابری خود من که این رو استفاده کردم، چیزهایی رو که میبینم اینه که پوست ما شادابتر میشه، دید چشممون بهتر میشه. یعنی فرزند دیگه میدونین که وقتی ما یه ایج رو پس میکنیم دیگه عینکی میشیم و دور رو نمیتونیم و جلو رو نمیتونیم بخونیم و عینک این رو دور رو نزدیک کنیم، دونم کامپیوتر رو، تمام این داستان رو. دید بهتر میشه. یکی از چیزهایی رو که من خیلی باهاش ایمپرس شدم تمرکز فکری بود و اینکه در طول روز وقتی که مثلا اگر شما کسانی باشین مثل من که فرزند تلفن داریم آقای جان، کسانی که فرزند مثل من هستین که خیلی توی روز باید کارهای مختلفی رو انجام بدین، بنابراین شما خیلی میتونین بیشتر به کاراتون برسید. یعنی فرزن اگه من صبح پا میشدم چه میدونم 10 تا 20 تا چیز توی لیستم نوشته بودم و میرسیدم 5 تا 6 تاشو انجام بدم و بقیهشو انرژیم درین میشد، یا اینکه احساس میکردم که تمرکز فکریم دیگه کار نمیکنه که بتونم کارم و اون کارا رو انجام بدم یا حوصله‌شو دیگه نداشتم، میبینم که این مسئله فوق‌العاده کمک کرده به این قضیه. بنابراین من تو این قسمت خیلی خوشحال هستم که این قرص اینقدر کمک میکنه به تمرکز فکری برای آلزایمر، کسانی که سالمند میشن. و آگهیش هم نشون میده که کسانی که سنشون رفته بالا و دارن اینها رو استفاده میکنن، نشون میدن که مثلا کسانی که خیلی سالمندن 2 مرتبه دارن دایو میکنن و دارن شنا میکنن و فعالیت بدنشون خیلی بیشتر شد، و کسانی که آرتروز داشتن انگشتاشون فرزن خمیده شده بوده 2 مرتبه برمیگرده. رنگ موها یکی از چیزهایی هستش که بهش کمک میکنه، چون گفتم همونطوری که کروموزوم ها برمیگردن به شکل اولیه‌شون، بنابراین رنگ موی سفید یواش یواش موهایی که در میان شروع میکنن با موی بدون سفیدی هستن. خلاصه این از این چیز هست. بهروز خواهم، ما خط داریم. اوکی، خب اینا گذشتن. خب پس بنابراین اگر علاقه من هستین که این رو اوردر بدین، به زودی ما میذاریمش روی وبسایتمون. وبسایت منم که اونجا هست، بله، sudabe.com sudabeh. قیمت این ساپلمنت هم در حال حاضر $130 هستش، ولی بد نیستش که یه ترای بکنین برای یک چند ماهی و ببینین که چجوری میشه، به خصوص همینطور کسانی که ریزش مو دارن، فوق‌العاده کمک میکنه به ریزش مو. خب میریم سر قسمت بعدی. میخوام قسمت کاهش وزن رو تمومش بکنم، بعد اگر وقتمون اجازه بدی بریم توی قسمت بعدی که چطور ما میتونیم آرامش درونی داشته باشیم و راضی باشیم. در مورد کاهش وزن هفته پیش یک مقداری کوتاه صحبت کردم و 2 مرتبه میخوام اون رو برگردونم اینجا، برای اینکه فوق‌العاده مهم هستش. و اون 4 تا خونه‌ای هستش که من به عنوان یک انسان درش زندگی میکنم. اون 4 تا خونه هم گفتیم که یکی از اونها spiritual body هست که خانه میتونیم بگیم عرفانی،
اون برمیگرده به اون بخشی که چقدر من وصلم به این یونیورس، چقدر اعتقاد و اعتماد دارم، چقدر احساس میکنم که من پروتکتد هستم، داره از من نگهداری میشه، چقدر من در این لحظه حضور دارم. چون برای اینکه من در این لحظه حضور داشته باشم، همونطوری که میدونیم we need trust، اعتقاد و اطمینان لازم داریم که اگر من در این لحظه بمونم و فکر گذشته رو نکنم و نگرانی آینده که آیا درست میشه نمیشه، پول میاد یا نمیاد، من خوشبخت میشم نمیشم، نمیدونم، تمام این داستان رو نباشه، من باید یه اعتقاد و باور فوق‌العاده شدیدی داشته باشم که بتونم در این لحظه حضور داشته باشم و بدونم که هیچ نگرانی برای آینده و گذشته نیست. خب و اون آرامش درونیه هم دو مرتبه از همین داستانه میاد که آیا من وصلم به این یونیورس یا نه. پس زمانی که من وصلم، دیگه من شروع میکنم اون کنترل رو میذارم کنار. من احتیاجی نیستش که موقعیت ها رو کنترل بکنم. وقتی که من شروع میکنم اون هدف آرزوی رو که دارم اناونس میکنم و به این یونیورس میدم و شروع میکنم یک کاری در موردش انجام میدم، مرحله بعدی که کسانی که ابراهام هیکس هم گوش میکنین میگه که مرحله سوم it's receiving. receive هم که میشه دریافت کردن. اون بخشیه که خیلی از ماها روش مشکل داریم، یعنی که ما با دادن و بخشیدن انقدر مشکل نداریم، ولی وقتی افراد میخوان یه چیزی بهمون بدن ما نمیتونیم بپذیریم. و اونو بیارین توی چیزهای خیلی ساده و عادی. فرضاً خود من یکی از اونایی بودم که فوق‌العاده مشکل داشتم، خودم مجبور شدم کوچ بگیرم که من بتونم دریافت بکنم. جان کد اوکی جانم سلام، سوری هستم، رو خطین بفرمایید. سلام سودی خانم، من از تورنتو باهاتون تماس میگیرم. یه سوال داشتم خدمتتون. بفرمایید عزیز. سودی خانم، من چند وقتی که ورزش میکنم، چند وقتی که چند ساله دارم ورزش میکنم هر روز و رژیم غذایی من همونجوری که شما گفتین معمولا فقط از بیشتر مرغ و ماهی استفاده میکنم و همچنین سالاد و سبزیجات و میوه و مثلا نون و اینا اصلا خیلی خیلی کم، شاید مثلا یک بار در هفته بخورم. بعد میخواستم فقط یه سوال ازتون بکنم، این هنوز برای من این مسئله سوال هست. من هر روز ورزش میکنم چون محیط کارم جوری هست که توی فاسیلیتی که کار میکنم جیم دارم و هر روز روزی یک ساعت میرم که ورزشم رو انجام میدم، توی بریکم میرم. بعد میخواستم ببینم من اگه بخوام نهایت استفاده رو از این یک ساعت ورزش ببرم، آیا بهتر این هست که من الان وزن بدنم مثلا حدود 5-6 پوند دیگه بیشتر میخوام کم کنم که به اون وزن ایدئالم برسم، ولی به طور کلی میخواستم ببینم تو این یک ساعت آیا من بیشتر کل یک ساعت رو کاردیو کار کنم یا اینکه نه مثلا نیم ساعتش رو 45 دقیقش رو مثلا کاردیو و بعدش با ویت کار کنم. شما چی سلام میدونید؟ من ببین عزیز، 100% باید اینا با همدیگه کامباین باشه. اگه دیویدی های منم نگاه بکنی، همه ویت لیفتینگ به فرم ایروبیکلی هستش. حالا اینجا چند تا داستان داره. اولا که چند سالت عزیز؟ من 33 سالمه. 33. وزن چقدره؟ من الان 57 کیلو هستم. قدت چقدره؟ زیادم مهم نیست، حالا ولش کن. حالا سوال بعدی که من از تو دارم عزیز، ببین وزن تو، don't be hooked روی اسکل که وزن تو چقدر هست. آیا تو میدونی که درصد عضله تو به بادی فتت چقدره؟ نه اونو نمیدونم. ببینی مهمترین قضیه است، به خاطر اینکه تو میتونی یه دختر 67 کیلویی باشی با درصد عضله بالا و بادی فتت فرضاً 21 باشه، and you're fine. تو نباید وزن کم کنی، ولی میتونی 67 کیلویی باشی که اصلاً ماسل ماس نداری، خیلی کم داری و درصد چربیت بالاست. درسته. خب okay. پس بنابراین این مهمترین قضیه است. تو اگر که بری یه جیم
پرسونال ترینر ها میتونن برات با چیزم ممبر جیم هم نباشی، فقط برو توی جیم بهش بگو که من میخوام به عنوان گست بیام با یه ترینر صحبت کنم، بگو درصد بادی فت. الان هم این خیلی سریع، یعنی در عرض یک ثانیه میتونن به تو بگن که بادی فتت نسبت به ماسلت چیه. ولی رولز آف تام، ببین تو عزیز، وقتی که از سن 3 میگذری هر سال تو چندین پوند عضله از دست میدی و چربی جایگزین اون میشه. پس 67 کیلوی الان تو که 33 سالته با 67 کیلوی 50 سالگی تو، این دوتا یکی نیست، چون جای عضله و چربی عوض شده. متوجه میشی؟ بله. اوکی. پس بنابراین پیشنهاد من اینه که تو حداقل اینو 7-7ش بکن، 30 دقیقه ایروبیکس انجام بده، 30 دقیقهشو ویت لیفتینگ بکن، و وقتی ایروبیکس انجام میدی تو ایروبیکست باید کانستنتلی عوض بشه. میفهمی یعنی چی؟ نه منظورم. الان وقتی میری جیم چیکار میکنی؟ من وقتی که میرم جیم تقریبا 40 دقیقه اولشو میرم روی کراس ترینر، بعد هارت ریت هم میبرم بالا و مثلا حسابی عرق میریزم، بعد تقریبا 20 دقیقه آخرشو، یه رو 20 دقیقه آخرشو میام مثلا روی دستگاهی که مال مخصوص ویت هست و اینا با اونا کار میکنم. آره. خب ببین اشتباه تو همین عزیزم، ببین مغز من و تو یه جوری کار میکنه که هرچی ندونه چه اتفاقی داره میفته ما بیشتر کالری میسوزونیم. متوجه ای؟ وقتی میگم اینا رو سویچش کن، یعنی این که تو 10 دقیقه میری روی استرمستر، 10 دقیقه میری روی تردمیل، 10 دقیقه میری روی استرمستر، 10 دقیقه 10 دقیقه، یا حتی یه ربع 10 دقیقه اینا رو عوض میکنی. حالا تو امروز با این سیستم کار کردی، فردا اونو دوباره عوضش میکنی. یعنی اگر دیروز تو 10 دقیقه یه ربع اول رو رفتی روی کراس ترینینگ ماشین، امروز تو یه ربع اول رو میری روی تردمیل. متوجه شدی؟ آره. بلاد تایپت چیه؟ بی منفی. اوکی. فود الرژی تو میدونی چیه؟ یه دونه لیست از شما چند سال پیش گرفتم، منتها دیگه نمیدونم. آره. بلاد تایپ تو عزیز، اولم بی بلاد تایپ از همه گروه ها قوی ترن، خود منم بی هستم. آلرژی ما روی مرغ، عدس. اگر که اضافه وزن داری باز باید کربوهیدراتتو تا اونجایی که ممکنه کم کنی، ولی نونم که میخوری حتما ویت فری، گلوتن فری بگی. تایرویدتو چک کردی؟ ببخشید چی مو؟ تایرویدتو چک کردی؟ بله تایرویدم اوکیه. آره. چکاپ سالیانه که هر سال میکنم میگن اوکیه. بعد از اول برنامه گوش کردی که گفتم تایرویدو وقتی جواب میدن معمولا درست نیست؟ بله. بنابراین باید عمیق‌تر، دیپ‌تر باید بهش نگاه بکنن که چیز می‌گه. اگر دوست داشتی و حوصله‌شو داشتی، وقتی میری روی وبسایت من sudabe.com یه جزوه دارم نوشته Health, Exercise and Nutrition. تمام اطلاعاتی که تو میخوای از نظر ورزشی، چون الان ببین با این سوالایی که کردی من متوجه شدم نه توها، اکثر ماها خیلی کم میدونیم راجع به ورزش. برای همینه که تو روز بعد از روز میری ورزش میکنی و اون خیلی دیلی میکنه نتیجه که میخوای. اگر دوست داشتی برو اون جزوه رو بگی، 100 و خورده صفحه است، خیلی آسون نوشته شده که میتونی ایزیلی بخونیش، ولی اسمش هست Health, Exercise and Nutrition Book. دایت پروگرام هم شما هرچی که میگیری باش میاد. ولی اگر که تو هر روز ورزش بکنی و به بادیت اجازه ندی که ریکاور بکنه، اون خودش میتونه اثر معکوس بذاره. متوجه هستی؟ در ضمن من سمینار دارم میام ترانتو 28-29 میدونی از این؟ بله شنیدم تو برنامه‌تون. آره سعی کن که حتما ترانتو هستی؟ بله ترانتو هستم. اوکی. سعی کن حتما بیای روی فیسبوکم منو اد کن، سودی برنت هستم، SUDIBURNETT، و تیکت هم از روی وبسایت از همون sudabe.com میتونی بخری. یه قسمت خیلی زیادی رو من راجع به همین ورزش و تغذیه، در این حال خصوصی هم اونجا افراد رو میبینم، اگر دوست داشتی میتونی یه سشن اونجا همدیگه رو ببینی. حتما. مرسی سودی خانم. مرسی عزیزم. خواهش میکنم. روزت بخیر عزیزم. قربانت عزیزم. خدا. خدافظ.
دوستان عزیز، وقت برنامه تموم شد. خیلی ممنون از اینکه تا این لحظه با من بودین. در ضمن آره، فیسبوک منم اینجا نیست، سودی برنت هست، SUDIBURNETT. 5000 نفر پیج اول پره، بنابراین باید به فن پیج برین، صفحه رو لایک بکنین تا اینکه خیلی ممنون، مرسی بهروز خان، تا اینکه بتونین تشریف بیارین بیاین تو. در این حال من Angels of Light هم یکی دیگه از سایت هایی هستش که تمام برنامه های تلویزیون، ایونت هایی که اتفاق میفته، کجا من سمینار دارم، چه داستانی هست، اونجا هست. امیدوار هستم که همه شما رو، دوستان کاناداییم رو، در ترانتو ببینم. با آرزوی عشق و بهترین ها تا دوشنبه آینده. I love you. با گرمترین سلام ها به همه شما دوستان عزیز، من سودی یزدی هستم و میخوام همه شما رو به یک سمینار 3 روزه در ترانتو کانادا دعوت بکنم. در این سمینار ما یاد میگیریم که چطور به آرامش درون برسیم، ذهن مادی رو خاموش بکنیم و در سکوت باشیم، خاطرات بد گذشته رو پاک کنیم و در این لحظه حضور داشته باشیم، آرزوهامون رو تبدیل به واقعیت بکنیم، چطور در کمترین زمان یک موقعیت بد رو با یک موقعیت خوب تغییر بدیم، شناخت چاکراها و از بین بردن قفل در اونها، چطور نه تنها کاهش وزن داشته باشیم بلکه همیشگی و ابدی باشه، و در آخر چطور خودمون و دیگران رو شفا بدیم. به امید دیدار یکایک شما در ترانتو کانادا. Much love and peace. سمینار سودی یزدی در ترانتو کانادا در تاریخ 27، 28 و 29 سپتامبر. برای رزرو جای خود با تلفن 310-877-7574 و 647-863-7070 تماس حاصل فرمایید.